بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسد. حالا همت بلند چیه؟ و بلند چقدر بلند؟ همت بلند تو کجا؟ ارتفاع همت چقدره؟ این بلندی رو شما معنی کن. همت انسان بلند باشه چند متر باید باشه؟ همت هم بدرقه راه کنه طاهر قدس دراز است راه مقصد و من نو سفرم. این ارتفاع همت انسان، بلندای همت انسان به نظر شما چقدره؟ میشه اندازش گرفت با متر؟ نخیر، قابل اندازه گیری نیست. نه. هیچ متری نمیتونه اون اندازه بگیره. به بلندای ظرفیت انسان بلند کلایتن آهیست. خب این بلندای همت و این همت بلند وقت بیاد صرف اشیاء فرومایه چیپ دونمایه بشه، خب این طفل باقی مونده. درست مثل طفلی است که با اسباب بازی بازی میکنه. تمام همت یک طفل این هست با بازیشه، اسباب بازیش ازش بگیر میزنه به گریه، سلطنت میکنه با این اسباب بازیش، همون لعب و لعب که آیه شریفه که قرائت فرمون انما دنیا لعب و لعب، یعنی به بازی ها سرگرمه، یعنی مقام خود رو نشناخته و نفهمیده که چقدر همت او متعالی میتونه باشه و اون همت رو متعالی نکرده و سرانجام باید عرض کنم که همه اینا برمیگرده به تعالی عقل آدمی. مادامی که انسان در عقل تعالی پیدا نکنه نمیتونه به همت عالی برسه و اینا همه وزان عقل کله. حضرت استاد، این جناب سهروردی نتیجه میگیره که این آقایی که خانه به این بنا رو ساخت، ملک الموت هم دید، فهمید که باید جانش رو بگیره، با این وصف اصرار داره که بذار من این بنا رو تمام بکنم، این تنها آرزوی من. بعد ملک الموت بهش میگه خورو چه بسازی، چه تمام کنی، چه نکنی، چه به درد تو میخوره. یعنی این حتی عالم به ضرر و زیان خودش هم نیست. این چه سکر بدی است. لذا اینجا میاد یه نتیجه‌گیری میکنه که نقش شیخ یعنی حکیم آن است که انسان را از اسارت و بردگی این آرزوها رها بکنه.